خبری از پاکستان پس از آنکه روز سه شنبه 19 اردیبهشت عمران خان نخست وزیر پیشین و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان از سوی ارتش این کشور بازداشت شد هواداران وی در سراسر سر پاکستان دست به اعتراض زدند بر اساس گزارش ها این اعتراضات با خشونت همراه شده و معترضان خشمگین ده ها ساختمان و تأسیسات دولتی را به آتش کشیدند دامنه اعتراضات در سراسر پاکستان کشانیده شده و گفته شده تا کنون چهار تن در کویت جان باخته و نزدیک به پنجاه تن دیگر از نیروهای پلیس و معترضین زخمی شدند. حزب تحریک انصاف پاکستان اعلام کرده که تعداد نامشخصی از افراد به ویژه رهبران سیاسی این حزب در پاکستان بازداشت شدند. دسترسی تلفن همراه در پاکستان به اینترنت به دستور وزارت کشور قطع شده است و گروه های معترض در برابر پایگاه های ارتش گرده هم آمدند. رعوف حسن سخنگوی عمران خان به رسانه ها گفته انتظار می رود وضع بدتر شود و این دستگیری ممکن است کشور را به بینظمی و هرج و مرج بیاندازد و بحران اقتصادی و سیاسی موجود را نیز تسریع بخشد. با این حال کشورهای غربی از جمله آمریکا و بریتانیا خواستار رعایت قانون در پاکستان شدند از زمان برکناری عمران خان از قدرت دهها پرونده قضایی علیه او تشکیل شده است نیروهای امنیتی چندین بار تلاش کرده بودند او را در محل اقامتش در لاهور بازداشت کنند اما هوادارانش مانع این کار شدند